سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی باشید و آماده درس دهم از سطح 20 و 1. اولین کلمه که یاد میگیریم فعل ویکن هست امروز. ویکن به معنی تاثیر داشتن و کار کردن. ویکن تاثیر داشتن، کار کردن. مثلا دی تابلتن هب نیش گویکت. خورسا تأثیری نداشت، در حالت گذشته و پرفکت اومده. ویکن شده گویکت. دی تابلیتن هب نیش گویکت. خورسا تأثیری نداشت. این تأثیر داشتن رو با فعل ویکن نشون دادیم. یا روی کسی تأثیر گذاشتن با یه مندم ویکن، روی کسی اگه بخوایم تأثیری بذاریم. دی شوک ویکت بای ایم نو کوتس. ضربه روحی تنها تاثیر کوتاهی روی اون گذاشت. اون شوکی که بهش وارد شد یه تاثیر کوتاهی روش گذاشت. بر کسی یک تاثیری گذاشته بشه. دی شوک ویکت بای ایم نو کوتس. ضربه روحی تنها تاثیر کوتاهی روی اون گذاشت. سودروکن. سودروکن دوستان به معنی با فشار بستن است. مثلا شما در رو با فشار ببندید، گفته میشه سودروکن. سودروکن با فشار بستن. مثلا اینه شویغه تو سودروکن، یه در سنگین رو با فشار بستن. اینه شویغه تو سودروکن، یک در سنگین رو با فشار بستن. ابغاتن. ابغاتن هم یک فعل بی‌قاعده است دوستان. ابغاتن به معنی مایوس کردن، منصرف کردن. ابغاتن منصرف کردن، مایوس کردن. ایش هابه ماینا شوستا دافون ابغاتن یه هاوسو فکافن. من خواهرم رو از فروش خونهش منصرف کردم. ایش هابه ماینا شوستا دافون ابغاتن یه هاوسو فکافن. من خواهرم رو از فروش خونهش منصرف کردم. پس ابغاتن به معنی منصرف کردن و یا مایوس کردن هم معنی میده این فعل. هوپفن فعل بعدی ما هست به معنی جست و خیز کردن. هوپفن مثلا زمانی که بچه ها جست و خیز میکنن گفته میشه هوپفن، جست و خیز کردن. دی کیندا هوپفن آف دم زوفا هروم. کودکان بچه ها روی مبل جست و خیز می کنن. دی کیندا هوپفن آف دم زوفا هروم. بچه ها روی مبل جست و خیز می کنن. دی کیندا هوپفن آف دم زوفا هروم. ده کسمتیکا. ده کسمتیکا به کسی میگن که متخصص آرایش و زیبایی هستش. کارش زیبایی و آرایشه. ده کسمتیکا. مثلا ای کسمتیکا ایز اینویا بروف. متخصص آرایش و زیبایی یه شغل جدیده. ده کسمتیکا ایز اینویا بروف. پس متخصص آرایش و زیبایی یه شغل جدید هست. دست گلنگ. دوستان گلنگ به معنی مفصل و بندهای استخونی هستش. گفته میشه دست گلنگ. مفصل یا همون بند. یک اسم خونساز گلنگ. دست گلنگ. مثلا ایش کن من هند گلنگ نیش بیویگن. من نمیتونم مفصل دستمو تکون بدم. چون اینجا به هند یا همون دست اشاره میکنه، مفصلش با هم آورده. هند گلنگ. میتونید شما به این صورت هم استفاده کنید. ایش کن من هند گلنگ نیش بیویگن. من نمیتونم مفصل دستم رو تکون بدم. اوبت خایبن. فعل اوبتخایبن به معنی زیاده روی کردن و افراط کردن از وقتی توی یک کاری شما زیاده روی میکنید گفته میشه اوبتخایبن. مثلا اوبتخایب اس نیش میدم ترنینگ. تو تمرین زیاده روی نکن. اوبتخایب اس نیش میدم ترنینگ. در تمرین زیاده روی نکن. پس اوبتخایبن به معنی زیاده روی کردن و افراط کردن هستش. دی کوردیناسیون. دی کوردیناسیون به معنی هماهنگی، تناسب هست. وقتی که در یک چیزی هماهنگی وجود داره گفته میشه دی کوردیناسیون. مثلا اس مانگلت مایز کوردیناسیون در تتیشکایتن. هماهنگی فعالیت ها معمولا کمه. خیلی با هم دیگه فعالیت هایی که انجام میشه با هم تناسب یا هماهنگی ندارن. اس منگلت مایز کوردیناسیون در تتیشکایتن.
آسوبخوبیغن به معنی امتحان کردن و آزموندن هست. فعل آسوبخوبیغن. مثلا اس افوادت موت. اون به شهامت نیاز داره. به شجاعت نیاز داره. نوی دینگه آسوبخوبیغن. تا چیزهای جدید رو امتحان کنه. آسوبخوبیغن. امتحان کردن. اس افوادت موت. نوی دینگه آسوب خوبیغن. اون به شجاعت و شهامت نیاز داره تا چیزای جدید رو امتحان کنه. فیلزایتیش. فیلزایتیش دوستان یه صفت. فیلزایتیش صفتی ازش به معنی همه فن حریف. فیلزایتیش همه فن حریف. مثلا وی زوخن اینه فیلزایتیگه زکره تقیهن. ما به دنبال یه منشی همه فن حریف هستیم. وی زوخن اینه فیزایتیگه سکرتگین. ما به دنبال یک منشی همه فن حریف هستیم. پس صفت فیزایتیش به معنی همه فن حریف. ستون به معنی بستن. یه فعلی بیقاعده است دوستان. ستون بستن. مثلا ایش هب دی گنس نخت کین اوگ سوگتن. من تمام شب چشمام رو نبستم. در واقع نخوابیدم. پس زمانی که میخوام بگم چشمامو نبستم میگم کاین آوگ سوگتن. در حالت گذشته هم اومده. ایش هبه دی گنس نخت کاین آوگ سوگتن. من تمام شب چشمامو نبستم. پس فعل ستون فعل بیقاعده ای هستش که معنی بستن رو به ما میده. یه عبارت یاد بگیریم. این آوگ سودروکن. چشم پوشی کردن. وقتی شما از یه اتفاقی چشم پوشی میکنین میگن این آوگ سودروکن. چشم پوشی کردن. مثلا در پولیسیس دروکت این آوگ سو. پلیس چشم پوشی کرد. فعل حالت تخمبا یا جدا شدنی داره. پس سو میره آخر جمله. در پولیسیس دروکت این آوگ سو. پلیس چشم پوشی کردش. این آوگ سودروکن. چشم پوشی کردن. ایغیتیغن. فعل ایغیتیغن به معنی گیج کردن هست. ایغیتیغن. گیج کردن. یه لشن ایغیتیت این. خنده اونو گیجش کردش. یه لشن ایغیتیت این. خنده اون رو گیج کرد. این گیج کردن رو با ایغیتیغن نشون دادیم. دم موسکل دوستان اسم مذکری است به معنی ماهیچه. دم موسکل. مثلا ای حد شتاک موسکل. اون ماهیچه های قوی داره. در حالت جمع اومده شده موسکل. ای حد شتاک موسکل. اون ماهیچه های قوی داره. پس به این صورت شما درس دهم رو هم تونستید با تعدادی از فعل ها و عبارت و صفت ها یاد بگیرید. امیدوارم که براتون مفید و کاربردی بوده باشه. تمرین و تکرار رو فراموش نکنید. تا قسمت دیگه خدا یار و نگهدارتون.